آقا محمد خان بنیانگذار سلسله قاجاریه در ایران است. او در دوران حکومت خود که همه آن به جنگ گذشت، موفق شد پس از سالها تمامی ایران را یک پارچه کرده و به زیر فرمان خود درآورد. در دوران پادشاهی او تهران پایتخت ایران شد. اینجا کانال پروفایل و ما در این ویدیو داستان زندگی آقا محمد خان قاجار را برای شما روایت می‌کنیم. پادشاهی که وقتی 6 ساله بود در جنگ میان پدرش با عادل شاه به اسارت درآمد و اخته شد. او فرمان روای بیرحم بود که جنایات او در قتل عام مردم کرمان از او چهره صفاک و خونریز در تاریخ ساخته است. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید. آقا محمد خان در سال 1120 هجری شمسی در استراباد یا همان گرگان امروزی به دنیا آمد. پدرش محمد حسن خان از سران قبایل قاجار بود. قاجارها مجموعی از قبایل ترک زبان قفقاز بودند و نسلشان به تیره ترکمنهای غوز می رسید. قاجارها در دوران صفوی وارد دستگاه دیوانی شده و در گرگان برای خود قدرتی به هم زده بودند. آنها به دو تیره دولو و قوانلو تقسیم می شدند و فتلی خان پدر بزرگ آقا محمد خان بزرگ قوانلوها بود. پس از مرگ او محمد حسن خان قاجار یعنی پدر آقا محمد خان بزرگ قوانلوها شد و گرگان قلمرو ایل او محسوب می شد. بعد از مرگ نادرشاه قاجارها یکی از مدعیان سلطنت بودند. نادر هیچگاه نتوانسته بود محمد حسن خان را شکست دهد. اما عادل شاه برادر نادر او را در نزدیکی استراباد شکست داد. محمد حسن خان فرار کرد و گرگان به تصرف عادل شاه درآمد. وقتی عادل شاه وارد شهر شد، پسر او محمد خان را که در آن زمان 6 ساله بود دستگیر کرد و به مشهد فرستاد. عادل شاه بنا داشت او را بکشد، اما در نهایت به اخته کردنش بسنده کرد. دیری نپایید که عادل شاه توسط ابراهیم شاه بر کنار و سپس توسط شاهرخ شاه کشته شد. اندکی پس از مرگ او، آقا محمد پیش خانواده خود بازگشت و در 10 سال آینده پدرش را در ماجراجویی‌هایش همراهی می‌کرد. قاجارها برای رسیدن به سلطنت تنها یک چیز کم داشتند و آن شکست زندیه بود. محمد حسن خان تصمیم به پادشاهی داشت و در نبرد با زندیه اصفهان پایتخت ایران را به تصرف خود درآورد. او به شیراز هم حمله کرده و این شهر را به محاصره خود درآورده بود. اما در ادامه نبرد مجبور به عقب نشینی به گرگان شد. محمد حسن خان در همان زمان در جنگ‌های درون ایلی کشته شد و سر بریده او را نزد کریم خان در شیراز فرستادند. کریم خان دستور داد سر محمد حسن خان را با گلاب بشویند و در حرم عبدالعظیم حسنی به خاک سپارند. بعد از محمد حسن خان پسر او آقا محمد خان ریاست ایل قاجار را به عهده گرفت. آقا محمد خان لشکری برای خود فراهم کرد اما نتوانست بر حاکم گرگان پیروز شود و فرار کرد. حاکم مازندران از محل پنهان شدن آقا محمد خان اطلاع یافت و او را دستگیر کرد و به پایتخت زندیه فرستاد. او 20 سال آینده را در اسارت کریم خان در شیراز سپری کرد. آنجا خدیجه بیگم عمه آقا محمد خان که همسر کریم خان بود از او حمایت می کرد. به گفته منابع تاریخی آقا محمد خان قاجار در دربار زندیه با احترام زندگی می کرد. با وجود رفتار مهربانانه کریم خان، اما به هر حال او اسیر بود و کریم خان را قاتل پدر خود می دانست. اما این اسارت به محمد خان کمک کرد که رقبای خود را از نزدیک بشناسد و اختلافات میان آنها را ببیند. حضور خدیجه بیگم در حرم سرای کریم خان نیز باعث می شد که او از اسرار دربار بیخبر نماند. او بود که پس از مرگ وکیل آقا محمد خان را از اسارت فراری داد. کریم خان در سال 1157 درگذشت. آقا محمد خان چند روز پیش از مرگ او از طریق خدیجه بیگم از بیماری وکیل آگاه شده بود و به بهانه شکار شیراز را ترک کرده بود. چون مرگ وکیل فرارسید، خان قاجار گریخت و به سوی مازندران رفت. خروج او از شیراز به معنای ادعای دوباره قاجاریان بر تاج و تخت ایران بود. موضوعی که آقا محمد خان
آن را نه یک رؤیای جدید که جامعه عمل پوشاندن به آرزوهای پدر خود می دید. آقا محمد خان قاجار به مازندران رسید. او اکنون 37 سال داشت و تعدادی از بزرگان قاجاری را با خود همراه کرده بود. اما برخی از خانهای قاجار او را قبول نداشتند. به ویژه برادرش مرتضی قلی خان که حکومت گرگان را در دست داشت. آقا محمد خان مدتی با او جنگید و نهایتاً او را شکست داد و مرتضی قلی خان به دربار کاترین کبیر در روسیه گریخت. قبل از آن آقا محمد خان گیلان، مازندران و زنجان را زیر سلطه خود گرفت و کردستان و یزد هم به زودی تحت فرمان او درآمدند. دو سال طول کشید تا آقا محمد خان توانست اکثر ایالت‌های ایران را به زیر سلطه خود درآورد. او تهران را پایتخت حکومت انتخاب کرد و در سال 1164 خورشیدی بر تخت شاهی نشست. اکنون او فرمان روای نیمه شمالی ایران بود، اما در جنوب همچنان لطفعلی خان زند قدرت را در شیراز و دیگر مناطق جنوبی در دست داشت. خواجه قاجار نخستین بار در هزار بیضا در 60 کیلومتری شیراز با لطفعلی خان نبرد کرد و در آن کم مانده بود مغلوب شود، ولی حیله‌گری‌هایش باعث شد از میدان نبرد جان به در برد. آقا محمد خان تجدید قوا کرد و دوباره با ارتشی منظم به جنگ با لطفعلی خان رفت و او را در سمیروم اولیا شکست داد. لطفعلی خان که به شیراز گریخت متوجه شد حاج ابراهیم کلانتر به او خیانت کرده و دروازه های شهر را به روی او بسته است. او به کرمان رفت و در آنجا خود را شاه خوانده و به نام خود سکه زد. آقا محمد خان در سال 1173 شمسی با 60,000 سوار به سمت کرمان حرکت کرد. لطفعلی خان در برابر نیروهای قاجار مقاومت کرد، اما در نهایت زیر فشارهای خان قاجار و قحطی که در شهر روی داد پناهگاه زند فرو ریخت و لطفعلی خان به شهر بم گریخت. آقا محمد خان در ارگ بم و شهر کرمان کشتاری وحشیانه به راه انداخت. سپاهیان او لطفعلی خان زند را دستگیر کردند و به کرمان بردند و آقا محمد خان در کمال قساوت با دستان خود چشمان او را از حدقه در آورد و به صورتی فجیع کشت. جنایات آقا محمد خان در کرمان و بم بسیار هولناک بود. او علاقه بسیاری به درآوردن چشم از کاسه داشت. بنابر برخی روایات تاریخی او 20,000 نفر از مردم کرمان را به جرم همکاری با لطفعلی خان کور کرد. خواجه قاجار همچنین دستور داد در بم که پناهگاه شاهزاده زند بود کشتار کنند و تپه‌ای از سرهای بریده برپا کرد. گفته می شود یکی از عوامل شکلگیری این جنایت تحریک آقا محمد خان توسط لطفعلی خان زند و اطرافیانش در کرمان بود. از جمله این تحریکات تمسخر شاه قاجار و شعله بر ساختن بیش از پیش آتش کینه او بود. هر شامگاه مردان و زنان کرمانی از فراز برج‌های متصل به دروازه شهر اشعاری در تمسخر آقا محمد خان می‌خواندند و خواجگی او را به رخش می‌کشیدند. بعد از فتح کرمان و بم آقا محمد خان حاج ابراهیم کلانتر را که به پادشاه زند خیانت کرده بود اعتماد الدوله لقب داد و او را به عنوان صدر اعظم خود انتخاب کرد. پس از آن فارس را به مقصد تهران ترک کرد. او تصمیم داشت به سرزمین‌های قفقاز که در زمان صفوی از متعلقات دولت ایران بود، اما بعد از مرگ کریم خان خود را تحت الحمایه روسیه قرار داده بودند، لشکرکشی و آنها را تابع خود کند. آقا محمد خان در سال 1173 به گرجستان حمله کرد و تفلیس را به تصرف خود درآورد. لشکریان قاجار در آنجا کشتاری وسیع به راه انداختند و هزاران زن و مرد را به قتل رساندند. مورخان تلفات ارتش آقا محمد خان را نیز 13,000 نفر نوشتند. خان قاجار پس از ترک تفلیس سپاهش را راهی دشت مغان کرد. دشت مغان همان جایی بود که 60 سال قبل از آن نادرشاه بزرگان ایران را گرد آورده و رسما خود را پادشاه ایران اعلام کرده بود. آقا محمد خان تا آن روز به دلیل اینکه هنوز همه ایران را زیر پرچم خود متحد نساخته بود از پذیرش عنوان شاهی خودداری کرده بود. هرچند به نظر می رسد که یک تاجگذاری غیر رسمی پیش از آن انجام شده بود. چنان که فارسنامه ناصری می نویسد در شهر تهران در روز یک شنبه 11 جمادی الاول سال 1200 هجری قمری بر اریکه جهانبانی نشست و فرمود تا تمامیت ممالک ایران را تحت اختیار خود نیارم، نام شاهی بر خود نگذارم. آقا محمد خان قاجار در سال 1174 خورشیدی تمامی ایران بجز خراسان را در اختیار داشت.
او به بهانه زیارت امام رضا لشکر خود را آماده جنگ با دشمن کرد. بخشی از آنها از راه مشهد و برخی دیگر از فیروزآباد، ساری و گرگان راهی خراسان شدند. حاکمان خراسان از ترس تسلیم آقا محمد خان قاجار شدند. نادر میرزا از بازماندگان افشاری به افغانستان گریخت و شاهرخ نوه نادرشاه به پیشواز آقا محمد خان رفت و او بدون جنگ وارد مشهد شد. روسیه در اواخر عمر آقا محمد خان نخستین لشکر خود را برای گرفتن قفقاز عازم کرده بود. آقا محمد خان نیز برای مقابله با روس‌ها عازم منطقه قلعه شوشی شد و آنجا را تصرف کرد. اما با مرگ کاترین کبیر، امپراتور روسیه نیروهای روس عقب نشینی کردند. مطابق روایت‌های موجود، در سومین روز اقامت در شوشی، یک درگیری میان دو تن از خدمتکاران صادق گرجی و خداداد اصفهانی رخ داد. آنها سر و صدایی بلند کردند که باعث آشفتگی شاه شد و او دستور داد اعدامشان کنند. صادقان شقاقی از سرداران آقا محمد خان تلاش کرد وساطت کند و آن دو خدمتکار را از مرگ برهاند، اما شاه نپذیرفت. صادق خان به او یادآوری کرد که چون جمعه است بهتر است اعدام آن دو را به روز دیگری منتقل کند. آقا محمد خان هم پذیرفت که یک روز اجرای حکم را به عقب بیندازد. با اعتماد به نفسی فوق‌العاده یا حماقتی عجیب، شاه اجازه داد که آن خدمتکاران به وظیفه خود ادامه دهند و دستور به دستگیریشان نداد. آنها نیز که مرگ خود را حتمی می‌دیدند، در 28 خرداد 1176 با همکاری یک خدمتکار دیگر بر سر او ریختند و پادشاه 56 ساله قاجار را با دشنه به قتل رساندند. به گفته برخی منابع، این سه نفر خدمتکار با صادق شقاقی هم دست بودند. آنها به پاسداشت لطفی که شقاقی در حقشان کرده بود، جواهرات شاه از جمله دریای نور و تاج ما را که از شاه دزدیده بودند به صادق خان شقاقی دادند. جسد آقا محمد خان توسط علمای شوشی دفن شد. بعدها که فتح‌علی‌شاه در تهران مستقر گردید، دستور داد بقایای او را به تهران منتقل کرده و در حرم عبدالعظیم حسنی دفن کنند. مدتی بعد مجدداً او را نبش قبر کرده و جسدش را با تشریفات خاص به نجف انتقال دادند. فتح‌علی‌شاه همچنین صادق خان شقاقی را بعدها در جنگی شکست داد و جواهرات سلطنتی را پس گرفت. قاتلان نیز دستگیر شدند و به دستور شاه با جدا کردن مفاصل و زنده سنده سوزاندن کشته شدند. از زمان سقوط اصفهان، کشور ایران دهه‌ها جنگ، آشوب و ناامنی را سپری کرده بود تا اینکه در نهایت آقا محمد خان قاجار موفق شد در پی مجموعی از جنگ‌های طولانی که تقریباً همه دوران پادشاهی او را به خود اختصاص داد، وحدت ملی را به ایران بازگرداند. بدین جهت پادشاهی او آغازی بر دوره نوینی در تاریخ ایران بود و دولت متحد ایران به شکل کنونی از آن زمان شکل گرفت. آنچه میراث او را از میراث نادر و کریم خان متمایز می کرد، این بود که او سرنوشت جانشینانش را به قضا و قدر واگذار نکرد و تقریبا همه برادرانش را از پیش رو برداشت تا از ثبات سلطنت برادرزادش بابا خان که بعدها فتح‌علی‌شاه نام گرفت اطمینان حاصل کند. با این حال، آنچه آقا محمد خان به جا گذاشت هنوز مسیر تبدیل شدن به یک دولت باثبات را طی نکرده بود، هرچند به آن مسیر پا گذاشته بود. حاج ابراهیم کلانتر که در دوره فتح‌علی‌شاه نیز صدارت را بر عهده داشت، در این موضوع تأثیر مهمی گذاشت، زیرا او بود که نخستین قدم‌ها در تبدیل یک اتحادیه ایلی به دولتی واقعی را برداشت. آقا محمد خان قاجار شخصیتی برخاسته از دل ایلات بود. کشتارها و خشونتهایی که در زمان فتوحات خود بدان متوسل شد نیز ریشه در همین مسئله داشت که البته در انتها منجر به قتل او شد. و علاوه خان قاجار در طول زندگی خود اتفاقاتی را تجربه کرده بود که در شکلگیری شخصیت او تأثیر گذار بود. از جمله این اتفاقات مقطوع نسل شدنش توسط عادل‌شاه در کودکی بود. از آن پس او را اخت خان خطاب می کردند که چون خاری در وجودش بود و هرگز نتوانست خود را از زیر سایه این موضوع برهاند. سرشکستگی اسارت پس از کشته شدن پدرش نیز بر شخصیت او بی تأثیر نبود. او همچنین به بیماری سر دچار بود. یک بار سکته کرده و برای 3 روز بیهوش شده بود.
به نوشته سر جان مالکوم اندامی ضعیف داشت، چنان که از دور مانند پسری 14 ساله به نظر می آمد. چهره بیموی پرچینش چون زنان سال خورده می نمود و به همین جهت نفرت داشت به صورت او نگاه کنند. می دانست که همه وضعیتش را می دانند، اما تلاش می کرد آن را پنهان کند، چنان که حتی با وجود اخته بودن حرم سرا تشکیل داد و اطرافیانش چنون وانمود می کردند که از اخته بودن او خبر ندارند. دوستدار مطالعه و شکار بود و در زمان خواب برایش شاهنامه می خواندند. شجاع و ستیزجو بود، اما از کیاست خود بیش از شمشیرش استفاده می کرد. گفته شده او بسیار مؤمن و دیندار بود، هرگز از نماز شب غافل نمی شد و گاه بر سر نماز غرق گریه می شد. زیارت عاشورا می خواند و ذکر می گفت. حتی اگر شرایط جسمانیش اجازه نمی داد، روزه خود را نمی شکست. ساخت گنبد طلا برای حرم امام حسین و گنبد نقره برای امام علی، بازسازی حرم رضوی و تعدادی مسجد به دستور او انجام شد. اما با وجود اعتقاد زیادش به اسلام، مانند دیگر شاهان شراب می نوشید. اگرچه به جمع آوری ثروت علاقه داشت، اما در بخشش به سربازانش یا هزینه های مذهبی خصاصت به خرج نمی داد. لباس ساده می پوشید و خوراک ساده می خورد. علاقه نداشت که مردم در شهرها به استقبالش بیایند یا برایش فتنامه های ستایش‌آمیز بنویسند. با مردم عادی و سربازان بسیار بهتر از بزرگان برخورد می کرد. به نوشته تاریخ عزادی، هر وقت حالت خوشی به او دست می داد و دماغی داشت دوتار می زد. این هم داستان زندگی آقا محمد خان، مؤسس سلسله قاجار. اگر از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید.